امید سلام why you huh? سلام وارمی سلام خوبی صدام هست بله صداد هست بفرمایید like like نظرتو نظر تو راجب راجب ام. قضیه اوکراین و روسیه و اینا بدونم آها من نظرم اینه که امیدوارم این یه باطلاقی باشه برای پوتین که توش گیر بکنه چه جنگ بشه چه جنگ نشه به ضررش به ضررش بشه من فکر چون یک... فکر کنن دیروز بایدن برگشت گفتش که حتی مثل اینکه اطلاعات داره راجع اینکه حتی میخوان تا پایتخت رو بگیرن مثلا یه بحثی من اول فکر کنم فقط در یه منطقه کوچیکی و اینا اگه این باشه که من نمیدونم هست یا نه امیدوارم این بشه ویتنام رو... اه... روسیه رو... ویتنام پوتین بشه براش بشه افغانستان مثل افغانستان و آمریکا و همون ویتنام و آمریکا و آره امیدوارم مثل همون چچنی بشه که قبلا شد سال 1990 برای روسیه شد امیدوارم همیشه چه اتفاقی افتاد امیدوارم انقدر برشکست شده روسیه امیدوارم به خاطر همین کارشون برشکست تر بشه من آره. یه کشوری که یه کشوری که تمام اقتصادش خب از ایتالیا کمتره الان بمب اتم داره برای نمیشه بهش زورگویی کرد قبل الان بدبختی ما هم همینه دیگه جمهوری اسلامی هم فرد پس فرد اگه بمب اتم بگیره باعث میشه که هیچ کسی نتونه یعنی با اینکه انقدر یک کشور برشکست شده و ضعیف هست بتونه بیاد انقدر پرویی بکنه انقدر تمام اقتصاد جهان رو بزنه زیر ریسک بخاطر اینکه میخواد همچین گلدریایی تو منطقهش بکنه ببین من اوایل این اتفاقاتی که افتاد خیلی ناراحت بودم از اینکه این کشورهای غربی چرا با هم خیلی متحد نبودن علیه پوتین ولی الان یه مقدار خوشبختانه متحدتر شده خب برای که الان زر... الان اتفاقی که داره میفته تو جهان یک رقابتی هست بین تمام قدرت هایی که باید که خیلی موقع ها نه ولی نمیکنن این کارا ولی باید طرف سکولاریزم و دموکراسی و آزادی بیان و این چیزا باشن و یه طرف دیگه هم چ... چه میدونم چین و روسیه رو داریم که دارن حمایت میکنن از تمام کشورهایی که ضد این ارزش ها هستن خب این از من نمیخوام خود چین و خود روسیه کاملا از شکست بخورن و من فقط میخوام این تو, تو،, تو کوتاه مدت یه ضربه های شدیدی بهشون بخوره که امیدوارم حکومتاشون این مقدار عوض بشه به اینکه خود مردم روسیه و خود مردم چین پتانسیلی که دارن بسیار زیاد هست و من امیدوارم به طولانی تو، مدت اینا موفق بشن مثلا مثلا چین پتانسیلش بسیار زیاد هست ولی به تو, تو کوتاه مدت واقعا حمایتی که الان این دو تا کشور دارن میکنن از تمام قلدرای منطقه تو آفریقا تو خاورمیانه مثلا با... مثلا خودمونم که آشنایی داریم کاری که دارن میکنن با... یعنی تمام تمام اون نه تبارش یعنی بسیاری از پیشرفت که ما کردیم بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه این اصول ارزش های اصل روشنگری رو بکنیم معیار اصلی توی جهان یه پیشرفته بسیار زیادی بعد از جنگ جهانی دوم کردیم خب الان این دو تا کشور بزرگترین هایی هستن که اینا یه مقدار برگشت پیدا کرده که دارن از من دیدم از داخل داخل برنامه ای که حالا به زمان انگلیسی داشتی میگفتی اونجا گفتی که این اتفاق ممکن نیست که باعث جنگ جهانی بشه دلیل تو اون موقع نفهمیدم آه. 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 من گفتم ممکنه جنگ بشه ولی ممکنه احتمال جنگ جهانیش نزدیک به صفره برای اینکه روسیه بمب جنگ داره. که به نظر من حتما میشه چون این همه ارتش هزینه نگهداری داره تا اینجا هم که اوورده مطمئنا نمیخواد جنگ بشه، اگه جنگ ببین جنگ ممکنه بشه ممکن نشه خب جنگ جهانی نمیشه اگه جنگ البته من جنگ جهانی مثلا جنگ بین مثلا مستقیم بین روسیه و آمریکا مثلا با بمب اتم اینجوری شد. بمب اتم تاکتیکی هم نه بمب اتمی مثلا همون ام... ش... مثلا اونایی که شهرها مثلا حذف میکنه اون چیزا من میگم یه بمب اتمی تاکتیکی داریم که اونقدر مخرب نیستن اونا رو نمیگم خب بمب اتمی اصلیشون رو میگم اسم اون اصلیا رو نمیدونم چه ولی اونها هیچ وقت وارد داستان نخواهد شد ولی اگه این جنگ یعنی كت... 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 جنگ تو اوکراین اتفاق بیفته ام... که من مطمئن نیستم چون اگه واقعا اتفاق بیفته معنیش که پوتین واقعا احمق از از تاکتیکی که این همه منتظر شد که بتونه اوکراین همه بتونه <applause> همه آماده بشه این همه حمایت مالی بگیره این همه حمایت ارتشی بگیره یعنی اگه میخواست حمله بکنه بعد باید... اگه قرار بود حمله میکرد بعد غافلگیری بعد اوکراین خب این همه بهشون فرصت داد که اینا بیان موزه گیری بکنن بعد بیاد حمله بکنه من نمیگم حمله نمیشه ها. ولی واقعا مسخره است اگه یه همچین استراتژی داشت خب یعنی تمام قدرت قافلگیری رو برای حمله رو از بین برد خب یعنی واقعا خنده که این پوتین این, این پوتینی که این همه ادعا میکنن مردم اینقدر که ببین پوتین اگه حمله کنه به اوکراین پیروز میشه ولی نگهداریش بسیار میشه مثل همون موقعی که آمریکا تونست به راحتی افغانستان رو بگیره خب روسیه هم به راحتی میتونه اوکراین رو بگیره ولی میتونه نگرش داره خب <تصفح> میتونه نگهش داره یعنی واقعا میشه مثل ویتنامش میشه خب به خاطر اینکه مردم اوکراین حاضرن اینسرجنسی انجام میشه مردم اوکراین حاضرن همینجوری هزینه بدن برای استقلال خودشون علیه روسیه خب بسیاری بسیاری اکثر مردم روسیه الان طرفدار کشورهای غربی و اروپایی هستن و میخوان قسمت عضوی از ناتو بشن دوستان عضوی از اتحادیه اروپا بشن بسیار بسیار علیه ارزش های پوتین هستن خب شما همچنین کشور الان ام... آمارهایی که نشون داده که چند درصد مردم اوکراین حاضرن همینجوری ادامه بدن و این مردم اوکراین فقط حرفم نیست تا که مثلا بگیم که حاضر باشن به جنگن و مبارزه کنن برای حساب خودشون اینا همون کسایی هستن که ما همین اخیرا تونستن نام رئیس جمهور یا نخست کم ام... رئیس جمهور رئیس جمهور خودشون عوض کنن با هزینه‌های بسیار بالایی که دادن درسته یعنی و بس... گروه های بسیار مختلفی تو اوکراین وجود داره که به طور مستقل و مستقلی دسترسی دارن به چیز مثلا اسلحه و تانک و چیزهای دیگه نگهداری یک هم چیزی برای پوتین بسیار هزینه دار خواهد بود اگر هم میخواد بیاد حمله کنه بیا بکن بیا بکن که من هم این همه الان اقتصادت واقعا ضربه خور پوتین جان بیا بقیهشم هم هزینه بکن برای نگهداری اوکراین تو یه دهه آینده که ببینیم اقتصاد چه اتفاقی میفته یعنی واقعا مسخره هم همچین شرایطی ببین اگه حمله بکنه احتمال این که مثلا آلمان هم دیگه بیاد موفق بشه که گازش از روسیه نخره چقدر افزایش پیدا میکنه خب چند تا کشور اروپایی دیگه ها میرن دنبال این که گازشون از یه چیز بخرن یعنی این این پوتینی که انقدر احمق اینقدر الان اقتصادش واقعا خراب داغونه میخواد بیاد ریسک بکنه از دست دادن اروپا به عنوان مشتری اصلی گاز و ایناش که بره مثلا فکر کنه فقط چین میتونه بیاد ازش گاز بخره یعنی فکر میکنه چین میتونه بیاد جانشین تمام مشتری های اروپاییش بشه هم از لحاظ هزینه جنگی واقعا به ضررش خواهد شد و هم از لحاظ اینکه تمام ام ام یعنی همین مشتری های اروپاییش برای گازش ممکنه بس... بعضیشون از دست بده و اونایی هم که از دست نمیده بخواد حتی اگه که شک که اینم وجود داشته باشه که این مشتری رو میتونه از دست بده بسیاری از سرمایه گذارا. این شک و ریسک ریسک سرمایه رو می... میبره بالا و ریسک سرمایه که بره بالا هزینه سرمایه میره بالا و این روی اقتصاد آخه این قضیه قضی خیلی بولد شده بعد میگن که مثلا ممکنه که غرب تنها بذاره اوکراینو تو هم به این اعتقاد داری ام به این بس تیفیه این هم صفر و نیست خب بعضی از کشورها مثلا کانادا و آمریکا از اوکراین حمایت بیشتری کردن نسبت به مثلا آلمان آلمان متاسفانه بخاطر این که بیشتری... به خاطر این بزرگ... اینکه بیشتری من از مرکل به خاطر خیلی از سیاستاش دفاع کردم خب با اینکه خیلی علیه مرکل هستم ولی بزرگترین اشتباهی که مرکل کرد این بود که به خاطر اتفاقی که تو ژاپن افتاد انرژی اتمی رو گذاشت کنار خب انرژی اتمی رو گذاشت کنار و واقعا این بزرگترین اشتباه مرکل بود به خاطر اینکه الان بسیاری وابسته هستن به گاز به گاز روسیه و الان بزرکتر... الان رهبری اروپا که این همه مدت به آلمان بود الان باعث شده که آلمان خیلی حساسیت داشته باشه که ما زیاد واکنش نشون بدیم به روسیه به خاطر اینکه بسیاری بسیار محتاج هست به ام... انرژی روسیه و این این خیلی به ما نشون میده که چقدر مهمه که تو آینده ما به منابع انرژی دیگه مثل مثل اتم انرژی اتمی مثل مثل انرژی های سبز و این چیزا دسترسی پیدا بکنیم بخاطر اینکه بسیاری از این کشورهایی که نفت و گاز دارن همون کشورهایی هستن که باعث میشه ضد دموکراسی و این ارزشهایی هستن که دنیا رو داره بهتر میکنه بسیار مفید خواهد بود که ما یک روزی از از این, این... دیگه وابسته به این انرژی نباشیم بله خیلی ممنون پس به نظر تو اگر بشه اگر احتمالش اتفاق افتادنش رو بدین نزدیک هست دیگه در حد یکی دو ماه آینده چون همه دارن همین میگن حتی من نمیدونم. که چند روز آینده حالا نمیدونم راستشو بگم بگیم من نمیدونم ببینید ببنز... ببنی... نگران کننده است برای اینکه وقتی که پوتین میگه ما داریم عقب نشینی میکنیم بعد عکس های نشون میده که عقب نشینی نکردن خب پس چرا داریم میگه عقب نشینی کردم یعنی خب اینو من خیلی خطرناکه که م... م... به نظر میرسه که داره یعنی به نظر میرسه که داره میخواد حمله کنه خب اوکراینش هم اگه نگاه بکنیم هم... ولی واقعا هم اگه ح... چه حمله بکنه چه حمله نکنه واقعا باخته روسیه خب اگه حمله نکنه تمام این افتضاحایی که اتفاق افتاده توی چند, روز... توی چند هفته گذشته باعث شد که ساپورت برای ناتو <applause> 20 برابر بشه یعنی این همه ترامپ که اومد علیه ناتو اینا حرف زد و به ضرر ناتو شد الان تمام اروپا الان داره ارزش ناتو رو میفهمه بسیاری از کشورهایی که حتی هیچ وقت تصور اینو نمیکردن که عضو ناتو بشن الان دارن داوطلب این میشن که عضو ناتو بشن و قدرت ناتو رو ببرن بالا یعنی تمام یعنی اکثر او پوتین که اکثر حرکت هایی که میکرد تا حالا به خاطر این بود که تفرقه بندازه بین کشور غربی با این حرکتش باعث یه اتحاد بزرگ بین کشورهای غربی شد پس این همه مثلا حرف جستی که گرفت که مثلا بیاد بگه من حمله میکنم و حمله میکنم همش به ضرر خودش شد برای اینکه باعث شد که همه متع... یعنی همه هم ناتو بره بالاتر هم کشورهای اروپایی با هم متحدتر بشن یکی این اگر هم حمله بکنه که هم این چیزی که گفتم هم بیشتر میشه هم باعث سقوط سریعتر اقتصاد روسیه میشه که اینم خب به نفع به ضرر اوکراین میشه متاسفانه متاسفانه ولی ممکنه به نفع دنیا بشه برای اینکه یعنی به نظر من روسیه ای که نتونه دخالت بکنه تو دنیا دنیای بهتری خواهد بود جایگاه عبق بودنش رو از دست میده عدس خیلی وقت از دست داده <تصفح> خیلی آقا جان روسیه روسیه تمام اقتصاد روسیه از ایتالیا کمتره از ایتالیا کمتره خب چرا آمار میگه قدرت شماره دو الان حالا بمب اتم داره خب آقا جان فقط بمب اتم میشه <applause> یکی بمب اتام میشه یه سری کشورایی هم که ببین فقط ارتش که نیست که قدرت شما رو تعیین میکنه خب شما از لحاظ اقتصاد الان اقتصاد حرف اولو میزنه خب یه دلیلی هم یه دلیلی هم که داره که خیلی از کشورهایی که مثلا زورش یه زمانی هم قدرت بودن الان کلی رو ارتششون سرمی گذاری میکنن بخاطر اینکه زور تاثیر اقتصادی رو ندارن میدونم زمین ببین چین چین الان اینو متوجه میشه برای همین چین خیلی زوگویاش به وسیله روش های اقتصادیه نه فقط نظامی اکثرش بخاطر روش اقتصادیه روسیه قدرت اقتصادی چین رو نداره که برای همین فقط مجبور تکیه بکنه به زورگویی ارتشی به خاطر که اقتصاد رو چین رو نداره بله خیلی ممنون آرمین خیلی خیلی خیلی